درود، من پدرامیتو هستم و من مونیگال هستم و خوش اومدید به کانال پدرامیتو. آقا ترک قبلی که بالا افتادم بود که اصلا صحبتی راجبش نمی‌کنیم، اونجا برید ببینید ریاکشن، اگه ندیدید ببینید اونو. ولی در مورد آینه شما سوراخ کردید که آینه حتی به مادر زن من پی ام دادید، دایرکت دادید. آقا چیکار دارید؟ چه بی‌ناموزی می‌کنید؟ چرا میگی یقین مادر زن منو می‌بینید؟ که آقا بگید آینه رو سریع‌تر برن. آقا چرا پدرامی تو داریم مونیگال نداری؟ تو چرا با باز خودت کانال جدا کنه داشته باشی؟ خب راه بنداز تو هم. خب منم میخوام راه بنداز. اصلا میخوای یه سری ریاکشن ها رو اونجا میگیریم؟ نه، اونجا یه کار دیگه بکنیم، بازی کنیم. آره آره آره، موافقم. ایشالله با این روندی که داریم پیش میریم دو سه سال دیگه راه میفتیم. خب بریم ترک آینه رو داشته باشیم. ترک قبلی که اصلا فهمیدیم که کوها ستونه های زمینه. خب نه، راجمون دیگه حرف نزنیم، دیگه گفتیم دیگه نظرمون تو اونها. بریم، امیدوارم آینه چیز خوبی باشه، تو رو خدا خوب باشه. آها، بیسش که خوبه. پیماندگار. آها، پیماندگار خوب بود. آینه به من بگو بازی دست کیه این بار، دشمن نام کیان، ضربه به کی زدم، از من شدن بیزار. آینه به من بگو این بار پروروندم تو کدوم آستین مار، رو سینه یه دیوار کی قاب عکس و کی پنجره میخواد. آینه به من یکی خوب بود. ببین تاثیر موزیک چقدر مهمه. اصلا فلو خوب بود، شعرم خوب بود، شعر آره. اینجوری بود که آدم من میفهمم، من این کچل میفهمم چی داره میگه. کی قاب عکس و کی پنجره میخواد، آینه به من بگو این بار، از دوستام کیو بندازم دور، کیو نشناختم خوب، کجا سر خوردم، کی میسازه اکاهم کو، از آهم اکاهم کی، از کاهم کو میسازه، بگو کی مادر جنت این وسط. موزیکش خیلی موزیک خوبه، کار خوبه. بعد این آینه همون خود درون خود آگاه فکر میکنم، یا باطن. آره دیگه، باطن رفی، یا میگه آینه به من بگو کی لاشیه این وسط تو آستین من. اینو نگفت کی لاشی. مسلمان نگفت لاشیه. علویات من میگه که آینه جان بگو کی بی طبیعت این وسط، کی موش میدونه، کی که همون کن میکنه. دازم دور، کیو نشناختم خوب، کجا سر خوردم، کی میسازه اکاهم کو، از آهم روح میبخشم، از نگاهم نور، از آهم روح میبخشم، از نگاهم نور، از آهم نکنه آه روی سیس آه روح. نه 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 اونو نمیگه، ولی قشنگ ببین داره این فلسفیش باحاله، میچسبه به من. قبلیه نچسبید، تفلون بود. میبخشم از نگاهم نور، دلو میزنم به دریا، توش میندازم تور، جای این که بخوام باشم این یا باشم اون، دنیامو میسازم تو بیکاستی و کم بود، با شکوه در بابل نمرود، میزنم با نیش افی. نمرود یکی از پادشاهان دیکتاتور، قرارش اینو نکشی نمیدم تو نمرود یا مال یونان بود فکر میکنم. آره نمرود. خب با شکوه در بابل نمرود، میزنم با نیش افی، زهر زنبور، شیرین شده عقلم تو عمق بکر. چی گفت؟ بابل نمرود، میزنم با نیش افی، زهر زنبور، شیرین شده عقلم تو عمق بکر کندو، نمی کنه بلم این فکر هر روز، چه جوری بشم تو چهره معلوم، وجودم و قرض میگیرم و فردا تنم و... بعد ببین موزیک چقدر با وکال خوب داره موازی پیش میره، خوشگل. چقدر با هم دیگه چفت و چلن. تو عمق فکر کندو، نمیکنه بلم این فکر هر روز، چه جوری بشم تو چهره معلوم، وجودمو قرض میگیرم از فردا، تنمو گم میکنم وسط تنها، اگه سرم به تنم نگرده حتی، رها میشم و میرم تو امنیت شب راه. تنمو گم میکنم تو بین تنها. هم تنها اینجا ایهام داره، هم تنهایی، هم بین تنهای دیگر. تنمو تو تنهای دیگر میکنه چی میکنه چه تنها، اگه سرم به تنم نگرزه حتی، رها میشم و میرم تو امنیت شب راه. خستم ولی و اگر و اما، خستم و معلم و دلقک و مهد و رهبر و رئیس و اون مرده که حرف، پول و زور و دروغ و دوست و دقل و دلال، جیقی کم اون مرده که حرف که میگه، میگه از رهبر و فلان و اون مرده که حرف رهبر تو که... دوست داری بچسبونی اینو به پهلوی، یعنی ول نمیکنه ما رو سه روز کردی. ببین وقتی که خودش زاویه داره اومده بر گرفته رو پهلوی، پهلوی ولی
خیلی بانمه که اونو میخنده اسمایلی رو چی؟ میندازه بیرون یه لایک بودن آره میندازه بیرون نه جمع میکنه آره رفته اسرائیل ببین خبرهای خوبی در راه هست اتفاقات بودن اونم به هر حال سیاست مداره و به قول معروف پشت مردم حالا نمیگیم هست نمیخوام پشتش بد بگم ولی به هر حال بین تمام سیاست مدارای پس فطرت اون از همه شیکتر و تمیزتره و این هم مثل سیاست مدار مثل آخوندا میمونن دیگه آره آخوندا آره. خوب نداریم سیاست مدار خوبی هم نداریم ما بابا یه آقای هستش چه چیزه که؟ آقای علی رضا بود توی سوئد فکر کنم توی که؟ توی این خودش توی فقط کود بخور قنچه بمون عجب چیزای باحالی میگه دنبه تکون گنده بمون آه. خیلی باحال گفت داستان بسیجی مسیجی آه. دنبه تکون گنده بمون بابا طاهر لخت بابا طاهر اوریان که رفت توی حوض توی سرما چرا؟ یه دونه یه آدم کمهوشی بوده خب میره توی یه دونه زمان قدیم اینجوری بوده که مکتبی بوده دیگه میرفتن تو مکتب علم کسب میکردن بعد آدم های مثلا خفن میرفتن اونجا بعد این میره بین اونا میگه که آقا شما چجوری اینقدر دانش دارید حکیم شدید و فلان اونا هم میخوان ایسکاش رو بگیرن میگن ما این حوض زمستون بوده این حوض رو شکستیم یخ بود رفتیم تو آبش هفت بار رفتیم تو اومدیم دانش کسب کردیم این مادر مردم فکر میکنه اینا راست میگن نمیدونن اسکلش کردن میشکونه میره تو آب هفت بار میره میاد و عالم میشه واقعا؟ این با هم باور است آره هم باور باور باشه باشه یه چیز اتفاق میمتن بابا طاهر لخته تو حافظمون آینه به من بگو بگو واسه بگو چه جدی میمونه یه نام نکو خود بشو بی خود قلب و مغز تو یکی کن خوک باش و زندگی کن یا زیر پا به من آه چقدر باحاله یعنی که بایا گرمو چقدر دوست داشتم این فلوشو خیلی باشو خیلی باشو زندگی کن یا زیر خوک باشو زندگی کن خیلی باحاله مگه اوه آینه است داره باش حرف میزنه آینه اینقدر فست صحبت من طرفدار آینه شدم آینه رو عشق تو این آلبوم بشو بی خود قلب و مغز تو یکی کن خوک باشو زندگی کن یا زیر پا به من واقعا خیلی باله قلب و مغز تو یکی کن یعنی مثلا با جفتش تصمیم هم عاقلانه رفتار کن هم احساسی میگن آه. تصمیمات بزرگ رو با قلب بگیر تصمیمات کوچیک رو با مغزت آره واقعا شو بی خود قلب و مغز تو یکی کن خوک باش زندگی کن یا زیر پا به من شو بی خود قلب و مغز تو یکی کن خوک باش زندگی کن خوک باش زندگی کن از خود بشو بی خود قلب و مغز تو یکی کن و خیلی باحاله میبینی هزیون گونه شده آه. یه جورایی مثل هزیون شده باحاله زیر پا بمیر این آینه منی بگو کی بوده صاحب قبلیت گفتش این آینه بعد صداش هم یه جورایی چیز آینه یعنی مال یکی از اون خوک ها بوده خوک آره این آینه من میگه من این آینه در از اون خودی خود برترش رو میخواد پیدا کنه میگه نه من اون چیزی این چیزی نیست که من دنبالش میگردم که مثل خوک مثلا پول دنبال پول باشم خوب زندگی کنم میدونی یعنی خوکه شاید همون نفس درونمونه که همش دنبال مادیاته آره یعنی میگه یه جوری نباید دنبال مادیات, مادیات باشیم که خوب زندگی کنیم یا مثلا ماشین خوب و زندگی مرفه داشته باشیم آره. اگر اونا قرار بود به ما تعالی ببخشه که تمام پیغمبرها از جمله بودا حالا بودا پیغمبر نیست ولی حالا ثروتشون رو ول نمی کردن یا مولانا بچه مایه بود ملتی مایه بود ول نمی کردن برن دنبال یه چیز دیگه البته یه چیزی هم بگم راجبه خیلی تحقیق کردم کلا من این داستان خیلی علاقه دارم منطقی ترین چیزی که شنیدم و به نظرم درست اومد این بود که میگفت
برید دنبال نفستون، انقدر برید به همه چی برسید که اون نفستون ارضا بشه، اصلا دیگه دنبال این داستانا نره. آره، وقتی که سیر شدین از این دنیا بعد برید سراغ معنویات و این اتفاق مثلا توی بعد 50 60 سالگیتون میفته. چون اگه مثلا توی 20 سالگی و همه چی رو ول کنی بری سمت معنویات، اون نفس دیگه هود یه جا میزنه بیرون که آقا من نیاز یه سری نیازا داره این جسم. ببین به غیر از مسیح مثلا محمد رو بخوایم حساب کنیم بچه مایه بود. حالا بچه مایه شد به واسطه خدیجه، تو پول و ثروت بود، همه کار کرد، نمیدونم دخترای زیاد، عشق و حال زیاد، تو چش پول وا کرد، تو چش پول وا کرد. مولانا همینطور، بودا همینطور، آدمای گنده ای که حالا این اتفاقات واسهشون افتادن، یعنی به ارتقای روح و روان رسیدن یا به تعالی رسیدن. درست میگه، اول ما باید از دنیا اشباع بشیم که بخوایم بریم سراغ دیگه، سراغ چیز دیگه. ولی وقتی که چش وا کردیم همش بدبختی و گرسنگی و یه غذای خوب نخوردیم، یعنی مثلا یک سال تو عمرمون راحت زندگی نکردیم، همش درگیر و چلنج بوده و حالا بدبختی بوده، دیگه نمیتونیم بریم دنبال معرفت. مثلا همون روح و ذهن و فیزیکه دیگه، مثلا همونجوری که روح یه سری نیازا داره که همون معنویته، بادی هم یه سری نیازا داره، اون نفسمون هم یه سری نیازا داره که بشه. هر کدومو اگه بخوای سرکوب کنی به گا میری، به گا میری. یا من همون نمونهش هم راجع به رابطه جنسی. آره، رابطه جنسی هم شده که اینقدر داشته باشی که بفهمی آها همش همینه، یعنی سفید و چاق و کوچیک و لاغر و بزرگ و فلان، اینا همش یه پخه، هیچ فرقی نمیکنه. حتی توی ازدواجا میگن شما اگر رابطه های زیاد داشته باشی ازدواج موفق تری میتونی داشته باشی تا اینکه تا رسیدی به اولین مورد ازدواج کنی و بری سر خونه زندگیت، بعدا داستان میشه، بعدا هی به این فکر میکنی ای من فقط همین زنه رو داشتم. آره بابا، من نمیفهم چجوری یه سری ها میتونن با کسی که نه باهاش سیکس کردن، نه باهاش توی یه خونه زندگی کردن یا برن ازدواج کنن. البته خب تو ایران نمیشه مثلا با یکی که خب باهاش ازدواج کنی توی یه خونه زندگی کنی، یه دوست کنم یه جوری شرایط هم هست، ولی خب خیلی ترسناکه. باید از همه گیر شدن این حادثه ترسی، نه من نمیتونم مهد بشم از دید، نمیشه هی از یه بدن برم بعدی، فقط میخوام بشم تو پوست خودم پیر، رو خودم باشم و با خودم درگیر. اگر لنگ چیز تازه بگو، فقط ساده و رک و اندازه بگو، اگه فرض من غلط از ذهن بشر، اگه واسد معنا نمیسازه بگو، ولی نخوا ازم برم تو قالب خون، نخوا تبدیل بشم به کاسه بخون، اگه رمز جا آها نذار برم تو قالب خون کاسه بخون بشم، به خاطر مادیات بخوام خون کسی رو پایمال کنم یا خون کسی رو تو شیشه بکنم. نمی سازه به کوه، ولی نخوا ازم برم تو قالب خون، نخوا تبدیل بشم به کاسه بخون، اگه رمز جافت و نگی اینه نمیخوام اصلا ازم بمونه نام نکو. خب بشو نام نکو رو چیز رو گفت، یه خورده خیام رو دیس کرد که خیام بود فکر کنم میگفتش که آدم نام نکو جز نماند نام نکو، چی بود شعره؟ شعری آدم نیست، ولی موضوعش این بود که چیزی جز آدم، یعنی دنبال نام نکو باش، ما که رفتنی هستیم از آدم میزا چیزی نمیمونه به جز نام نکو. میگم اون نام نکو هر هم نمیخوام اگر اینجوریه بمونه نام نکو. خب خب بشو بی خود، قلب و مغز تو یکی کن، خوک باش و زندگی کن یا زیر پا به میبه. بشو بی خود، قلب و مغز تو یکی کن، خوک باش و زندگی کن یا زیر پا به میبه. این قلب و مغز تو یکی کن در اصل داره میگه که جفتشو با هم یکی کنی، یعنی چی؟ یعنی که نه منطق داشته باش نه احساس داشته باش، مثل ربات برو جلو. من یعنی ما از دو بخش احساس و منطق تشکیل شدیم دیگه، یعنی میگه جفتشو یکی بکن. خب این هم آینه بدستیه، چیزی که داره میگه، میگه خوک باش و راحت زندگی کن، رفاه داشته باش، دنبال پول باش، زندگی خوب، گور بابای قلب و احساس و فلان و اینا، برو دنبال پول. مغز و قلب تو فقط دنبال یه چیز باشه، دنبال رفاه مالی باشه. ببین خودوکیلی پیماندگار و آیه اشکان خیلی خوب کار میکنن موسیقی.
خیلی خوب بود. آفرین. موزیک خوبی. این موزیک خوب بود. بعد میدونی 3 دقیقه و 16 ثانیه، یعنی اون ترک هم میشد 4 دقیقه باشه حتی. خیلی یا کمتر، 3 و نیم باشه. اصلا موزیک خون خوب نبود. حالا راجع به اون دیگه صحبت کردیم دیگه، بیخیال. دیگه خون نندازیم دیگه. حالا یه ترک. بعد آلبوم دیگه قرار نیست همه ترکاش نمبر 1 باشه دیگه. اصلا اونو خیلی بچه‌ها اونو دوست داشتن. دوست داشتن؟ ماشاءالله. خیلی دیگه. من پوزش میتونم. مرسی که با هم بودید. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. این برای سیکا. آره سیکا. سیکا. پورتوریکا.